هر که بداند یک از هزار واتلو، باز ندارد سر از کنار واتلو. خیز و به شهر اندر آی و دلبری آموز، خاصه چو امروز در بهار واتلو. شهر حبیبان ببین و شهر محبان، مردم این شهر شهریار واتلو. مهرام 12 سالش بود که پدرمون ما از دست دادیم و من فکر میکنم یه ذره بزرگی بود به هر حال برای نوجوان 12 ساله. کلن مهرام تو نوجوانیش مخالف هر گونه نظم بود، مهم نبود از نوع لباس پوشیدن تا درس خوندن تا هر نوع نظم و قاعده و قانونی که ممکن بود توی مدرسه یا تو خونه یکی وضع کنه. کلن تو نوجوانی ترابل میکر بود. من و مامانم خیلی وقتا مجبور بودیم بریم مدرسه با مدیر و مدرسه حرف بزنیم، ولی درست تو بوبوه، یعنی 14 سالش بود که انقلاب شد و بعد از اون در واقع سالهای آخر دبیرستان با افکار اجتماعی و سیاسی آشنا شد، بعد یهو بزرگ شد دیگه و اون سالها سالهای بعد از انقلاب سالهای 60 که به راحتی هر کسی نمیتونست از، یعنی معلوم بود که نمیتونه از هسته از گزینش کنکور و اینا راحت رد بشه، تصمیم گرفت که من یادم یه روزی که من و جواد اصفهان بودیم، مهران با ما پیش ما زندگی میکرد، اومد گفت که خب شاملو هم تحصیلات دانشگاهی نداشته، دولت آبادی هم تحصیلات دانشگاهی، یک عالمه کتاب ورداشت و من آورده بود که بنابراین من هم میتونم خودم بدون کنکور و دانشگاه همه اینا رو بخونم. و یهویی شروع کرد به مطالعه مداوم سیستماتیک و علاقمند شدید شد به تاریخ و ادبیات. و یادمه که اون موقع ها با جواد کار میکردن، جواد همش با مهران مسئله داشت که مهران حاضر نبود بیاد کار کنه، همش خواست بشینه کتاب بخونه. قبل از اینکه بیام واترلو کرمون زندگی میکردیم و مهران مشغول کار نجاری و کابینت سازی بود، من هم کار میکردم. خورشید هم 4 سالش بود. سال 1998 نوامبر 1998 ما وارد واترلو شدیم. شغلیشو شروع کرد و همون کار کابینت سازی عمدتاً و فرنیچر سازی شبیه به کار ایران در شروع فعالیت‌های ادبیش هم بود. قبل از شروع مدرسه فارسی جلسه ادبی راه افتاد که اولین بار یادمه با 4 نفر این جلسه تشکیل شد. آقای را 14 ساله که فعالیت دارن در اینجا و دوستان رو دو هم جمع میکنم، ولی 4 سال اولش چون من در کیچنر بودم و اتفاقا صدایشون رو من نشنیده بودم و خبری هم نداشتم، به همون دلیل که ایرانی ها دور هم جمع نمیشد. بعد که به منتقل شدم منزل ما بودم در واترلو، به وسیله دوستی تو این جمع شعرخوانی هفتگی با آقای راد آشنا شدم و خیلی خوشحالم که 10 ساله که من به صورت مرتب مگر به دلیل موجهی بوده که تو این چیزا نمیمدم. در این جلسات همت آقای راد و سایر دوستان برای این بوده که پاره ای از ادبیات کلاسیک ایران، شاهکارها و از مشاهیر بزرگ ادب فارسی خونده بشه. طی این مدت ما سعی کردیم از شاهنامه، شاید بالغ بر 70% از شاهنامه رو خوندیم. حافظ چندین بار مرور شده، بوستان سعدی رو به طور کامل خوندیم. دفتر اول مثنوی معنوی به طور کامل خونده شده. از غزلیات شمس مقدار بسیار زیادی خونده شده. رودکی رو مرور کردیم. از عطار منطق‌الطیر رو خوندیم.
و اون داستان‌های بسیار جالبی که داشت. رباعیات خیام رو به طور کامل خوندیم، از غزلیات سعدی مقدار بسیار زیادی رو خوندیم، از طیبات متون نثری که خونده شده، ما از مرصاد العباد بخش بسیار زیادی رو خوندیم، از تاریخ بیهق. در کنار اینا ما از کشف الاسرار و از تذکرت الاولیا به کرات توی جلسات مختلف مرور کردیم و قطعاتی رو خوندیم. یه دوره پرداختیم به ادبیات دوران مشروطه و از 4 تا شاعر به نام این دوره اشعارشون رو مرور کردیم و در کنارش به حال تاریخ اون دوره مطرح شد. سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، جلساتی بوده که به صورت خاص به این شاعران پرداخته. زیادی از دوستان واترلو به این فکر افتادن که بعد از یک دوره طولانی که وقف افتاده بود و مدرسه فارسی ما در واترلو نیست که در سالهای 90-91 داشتیم، دوباره مدرسه رو راه اندازی کنند. من از آقای مهران راد خواهش کردم که به عنوان دبیر مدرسه فارسی با ما همکاری کنند و ما بتونیم بیشتر از تجربیات و دانششون در رابطه با زبان فارسی و ادبیات و فرهنگ فارسی استفاده کنیم. ایشون همین خواهش منو پذیرفتن و به عنوان دبیر کلاس کردیت کورس تا به امروز 13 سال هستش که این مسئولیت رو پذیرفتن و این کار رو ادامه دادن. سلام، من کیمیا کباسی هستم. و من شادی برکنی هستم. ما دوتا تو مدرسه فارسی برای 12 سال بودیم، از سنتنیو تا لورل وود و الان که تو فورس تایتزه، و برای 5 سال کامل تو کلاس آقای راد بودیم. یادمه که وقتی کوچیک‌تر بودم میخواستم تو کلاس آقای راد باشم، چون که همه بچه‌های کول تونجا بودن و میخواستم ببینم چی دارن یاد میگیرن. ولی وقتی که رسیدیم به اون مرحله و رسیدیم تو کلاس آقای راد، دیدیم که واقعا انقدر کول نبود. خیلی سخت باید کار میکردیم که همه چیزایی که آقای راد بهمون یاد میداد و واقعا یاد بگیریم. هم الان که تموم شده دیگه میتونیم شنبه دیر بیدار بشیم دیگه. الان واقعا اثرات همه اون کارهایی که کردیم و میبینیم در زندگی روزمرمون. و ترین 12 سال واقعا آقای راد مثل یه پدر بر ما شده و از دانشوی الان و از قبل میخوایم ازتون تشکر کنیم. مرسی. بریج و بلوت بهره‌بازی چه نیست، پوکر باختن کار هر بچه نیست. شلم را نهاده فلک بر سرش، چه بی جوکرش را چه با شوکرش. خدا چون که پاسور می آفرید، برای می و سور می آفرید. به 52 کارت کردش گزین، 2 جوکر بیفزود بر جمع این. ز بازی اگر درصدی خرج کرد، ز اخبار در آن بسی درج کرد. آبان سال 1342 به دنیا آمد. من یه خواهد اون شب قشنگ یادمه، پدرم هر شب یه عالم مهمون داشت، دوستاش رو دعوت کرده بود و داشتن ورق بازی میکردن. مامان من شام داده بود و همه کارا رو کرده بود و اینا، نشسته بود، متوجه شد که موقع به دنیا آمدن بچه است. پدرم صدا زد، گفت که خلاصه بچه میخواد به دنیا بیاد و اینا. پدرم گفت که صبر میکنی دست ما تموم بشه. خدا چون که پاسور میآفرید، برای می و سور میآفرید. میآفرید 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 میآفرید.
کمی من دودل بودم که چقدر بتونیم با مهران همکاری کنیم و مهران حاضر باشه برای ما کتاب ارائه کنه، ولی وقتی که مهران اومد برای ما کتاباشو ارائه کرد، کتابای خودش، داستانهاشو و حتی کتابای دیگر رو که ارائه کرد، من متوجه شدم برخلاف اون تصوری که من داشتم احیاناً یه مقدار سخت باشه با مهران کار کردن، دیدم نه، بسیار آدم خوشمشرب و گرمی هست و خیلی متواضعانه حاضر که بیاد کتاباشو ارائه کنه. در این شخصیت ویژه مهران، زرین هم نقش ویژه‌ای داره، گرچه ایشون همیشه با چراغ خاموش توی جلسات حرکت میکنن. روند جریان حافظ‌خوانی چیزی که به نظر من رسید اینه که آقای راد حافظ رو مثل یه دوست روشن فکر میدونن که اونقدر که باید شناخته شده نیست و آقای راد دوست دارن در دوره قصه‌هاش، رویاهاش، آرزوهاش، شکست‌هاش و تمام وجوه مختلف زندگیش صحبت کنن، مثل یک روشن فکر که تنها مونده باشه و حالا آقای راد میخوان درباره دوستشون، درباره اون کسی که نسبت بهش تعلق خاطر دارن صحبت کنن، نه اینکه درباره شاعری که قرن هشتم زندگی کرده، چند تا غزل گفته و خب طبعا الان فقط وظیفه ما اینه که آرایه‌های ادبی شعرش رو پیدا کنیم. آقای راد میخوان به اون جهانبینی حافظ برسن و این چیزیه که به نظر من توی حافظ‌خوانی خیلی مهمه. دوستی را ساده باش که کودکانه دوستت دارم. شبی بود و زورقی بود و طوفانی هول را لحظه ای بی اختیار دیده بر جهان بستم، همچون طفلی که به لحاف مادر می خزد. آنگاه پنداری آسوده در بستر خیش خفته بودم و رویای فانوس نگاهت مرا به ساحل برد. اسفندیاری که به چشم بندی شعبده می کند روی نتنی را، چرا سرخوش نباشم نخرامم؟ چرا به قهقه صخره‌ها را نپیوندم؟ کپکی هستم مغرور، خاوند قله‌ای پربرف، تا سر خیش گیرم و زیر آن کنم. خواب غفلتی خواهم تا در رویایی فیروزگون عروس عشق را بر سفره نشانم. دوستی را ساده باش تا بر سفره هم نشینیم.